خب دوستان سلام دوباره، مرسی از تمام تشویق‌های دیروز. من خیلی جوگیر شدم، فکر کردم که امروز چیکار بکنیم. یکی از سوالایی که من در 15 سال گذشته میگن که تو چجوری صبح تا شب اینقدر آشپزی میکنی و برای سنت بالاخره تو فرمی. خب دلیلش اینه که اولا من 16 ساعت روزه میگیرم، تو اون 8 ساعتی که اجازه دارم بخورم دو تا غذا بیشتر نمیخورم، 10,000 استپ پر روز راه میرم، یه روز در میون ورزش میکنم. صبحونه چی میخورم؟ صبحونه من گرانولا، یک بول گرانولا با ماست و چیزایی که میخوام بهتون آموزش بدم میخورم. با گردو شروع میکنیم، بهتون میگم که چجوری اصلا ما این کارو از اول شروع میکنیم. خب این گردوامه، خیلی همینجوری، این دیگه کافیه، گردو درشت نباشه. این چاقو من میبینین چقدر قشنگه، اینو یه دوستم برام درست کرده با دسته درخت زیتون 2000 ساله، خیلی چیز عجیب غریب و خوبیه. خب اینا رو میریزیم، گردوها رو میریزیم این تو، جمعشون میکنیم، میریم سراغ بادوم. بادومارم به همین شکل باش میکنیم، نصف نیمه بشن خوبن دیگه، یعنی زیاد گنده نباشن. اگر هم دوست دارین کامل باشن هیچ اشکالی نداره، یعنی قانونی نداره، میتونیم همین جوری چاپ چاپ. آبا این یکی مونده، اوکی. اینا رو بر میداریم و میریزیم این تو. این به نظر بعضی ها ممکنه که مثلا سوخت هواپیما باشه، ولی خب باید تمام روز تقریبا وقتی دو تا غذا بیشتر نمیخورین نگرتون داره دیگه. اینم که دونه های آفتاب گردونمونه میریزیم. چیاسید و پودر نارگیل و فعلا توستشون نمی کنیم، بهتون میگم چرا. اینا هم کرمبریه ولی میتونین هرچی باشه، کرنت، کرمبری، هرچی که دوست دارین، کشمش، هرچی که دوست دارین باشه. اینم دارچینمونه، این برای مرحله بعدیه، عسل و روغن نارگیل. کرم میتونین بذارین ولی خب روغن نارگیل بهتره و ضمناً کپوسین که اینترن منه و فرانسویه، هم گلوتن فریه و هم ویگنه، بر همین من روغن نارگیل گذاشتم. اوکی، این مرحله اول. خب در این مرحله اوتمون یا جو پرک شده رو میریزیم و کاری که میکنم اینو میبرم تا درست لبه داستان. یک کوچولو دیگه به صورت صاف. اوکی، اینو حالا میبریم میذاریم توی آوون. من یا روی توست میذارمش یا روی درجه بالا، در صورت رو درجه بالا اینو مثلا کوچیک کوچیک میبرم بالا دیگه، مثلا الان 4 دقیقه میذارم، قشنگ 4 دقیقه میذارم که توست بشه. این که روغنمونه، یعنی روغن نارگیلمونه، اینم عسل اوکالیپتوسه. خب هر جایی که هستین عسلی که مال همون منطقه است درست میشه خیلی خوبه. ما اینجا پر درخت اوکالیپتوس داریم و عسل اوکالیپتوس خیلی عسل خوبیه. حالا اینجا میتونین از هر چی استفاده کنین، آگاوه، عسل، شکر، خب بهتره که از عسل استفاده بکنین و هر چقدر که میخواین
شیرین یا کم شیرین بکنید. فقط مواظب باشین که عسل و یهویی زیاد داغ نکنین که قلقل بکنه و بجوشونه اینا. همین که روغن من گرمه عسل رو توش میریزم و اینجوری هم میزنم، همین اینم کافیه. حالا برای صبحانه‌تون گرانولا رو که با هم درست میکنیم، ولی وقتی که میخواییم بخورین هر روز صبح خب حالا اینو میاریم بیرون، یه ذره که بو گرفت میبینیم یه کوچولو رنگش عوض شده. رنگش که عوض میشه یکم اینجوری میکنیم، یکم اینجوری. و دوباره یه کوچولوی دیگه 3 دقیقه دیگه مثلا توستش میکنم، 4 دقیقه دیگه، 4 دقیقه دیگه توستش میکنم. اون داره توست میشه، این ماستی رو که درست کردیم و نصف رو کنیم. من اینترنم که اینجا داره فیلم برداری میکنه از همین. دیگه هر میوهی که دارین فرقی نمیکنه که چی دارین، موز دارین، سیب دارین، سیب و موز دارین، توت فرنگی دارین، هرچی که دوست دارین میتونین بزنین، اگه نخواستینم نمیزنین. ولی برای این که خیلی سخته که آدم بگه آه من امروز یه سروینگ اینو خوردم، یه سروینگ اونو خوردم، حالا میوه‌مو بخورم، اینو من دیگه همه رو کارشو یه سره میکنم. مثلا نصف سیب و دیروز استفاده کردم، اینم امروز استفاده میکنم برای 2 نفر. برمیدارم نصفش رو این تو رنده میکنم. نصفش رو این تو رنده میکنم. بوی جومم داره میاد، بریم به جوانی سر بزنیم. اوکی میبینی به این حالت که میرسه خیلی خوبه، این رنگی که میشه رنگ درسته، بوش گرفته میشه. خب حالا چیکار میکنی؟ میاریم اینجا، این که ببینید چه خوشگل شده و درست شده. خب اینو میذاریم اینجا. اینی که درست میکنین این برای چند هفته تونه، فکر نکنین که این واسه امروزه. اینو دوباره زیر رو میکنین، زیرا شواش. آها حالا چیکار میکنیم؟ حالا تمام اینا رو ناتسان رو اضافه میکنیم که رو باشه، بیشتر رو باشه. چیامونم میتونیم اضافه کنیم، ولی این دوتا رو در مرحله آخر اضافه میکنیم. میاییم اینجا عسل و اینطوری
اینا به هم کاراملیزه باید بشه. پس یعنی چی؟ یعنی که دوباره یه دور دیگه 3-4 دقیقه میذاریمش تو فر، ولی مواظبیم. چرا؟ به خاطر اینکه الان دیگه شکر یکم بهش خورده، یعنی عسله بهش خورده و ممکنه که بسوزه، برای همین خیلی مواظب این دفعه میریم میذاریم تو فر. دوباره میزنیم توست، دوباره 4 دقیقه، ولی مواظب نگاش میکنیم. اوکی، اینو میبینین الان به این حد رسیده، یه قلی بهش میدم، میبینم که خوب عسل و روغن نارگیل و همه چی به همه جاش رسیده. چون نارگیل هم خشکه هم ریزه، با بقیه هم یه جا اضافه نمی کنم. الان دیگه کم کم نارگیل رو اضافه می کنم برای دور بعد. کاش اینجا بودین بوش رو می شنیدین، بوش واقعا خوبه. چون دارچین خیلی دوست دارم، دارچین رو هم الان اضافه کنم. برای اینکه دارچین یه چیزی که هست، هر چی که شیرینی ببینیم در طول تاریخ، تارت سیب و اینا، دارچین بهش اضافه میشه. چون دارچین واقعا شکر خون رو کمک میکنه به پایین آوردن شکر خون و مزهش هم واقعا عالیه. بنابراین من دارچین اضافه میکنم. اگه دوست دارین هر یا هر چیز دیگه میتونین بهش اضافه کنید. یادم رفت اینو بگم. خب 3 دقیقه هم نشد، 2 دقیقه شد، ولی من میارمش بیرون برای اینکه دیگه بعد از این یعنی که میسوزه هر کاری بکنیم. پس میارمشو. آها، حالا میخوایم خوب، این دیگه خیلی خوب شده، همه جا بوی توست و بوی دارچین و بوی جو و همه اینا، حالا شروع میکنم سرد که میشه به هم میچسبه. خب این کرمبری ها رو آخر سر وقتی که سرد شد اضافه میکنیم، الان اضافه نمیکنیم. ولی الان میخوام یه کاری بکنم به خاطر اینکه میخوام شما صورت این I want them to see your face when you're doing, we're eating it because it's your first time. اولین باره که همچه چیزی داره میخوره. So, is it good?